بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به آلای های گل در هر کجای این سرزمین، امیدوارم در بهترین وضعیت خودتون باشید و هیچ کس نمیتونه مانع رسیدن شما به آرزوهاتون بشه. توکل بکنید و با پشتکار زیاد برید به اون سمت. اما این فیلم یک نوعی میتونم بگم یک فیلم هدیه است به شما، شما که دارید این مجموعه رو در حالا تماشا میکنید. یک فیلم کلن جنبندیواره، برای اینکه نشون بدیم قدرت، یعنی واقعا مشت نمونه خروار میخواییم نشون بدیم قدرتمون رو در جنبندی به رخ غیر آلایی ها بکشیم. ما توی این فیلم میخواییم بیاییم تمام نکات کنکوری مرتبط با کرم ها و ملخ و پرنده و پستاندار رو صرفا به عنوان یک هدیه برای شما بیاریم، نکات تست خیزش رو بگیم تا استفاده کنید. از انواع کرم ها شروع میکنیم، لوله حلقوی و به اصطلاح پهن خواهیم داشت. در ادامه میایم سیستم گوارشی، تنفسی و ماده دفع نیتروژن دار و همچنین سیستم عصبی و سیستم حتما ایمنیشون رو تا حدودی بررسی خواهیم کرد و همچنین وارد بحث سیستم زاد و ولد و لقاح داخلی و لقاح خارجی یا در ادامه رابطه های اونها رو با همدیگه تو بحث رفتارشناسی بررسی خواهیم کرد. حتما این فیلم رو توصیه میکنم نگاه بکنید، چون همین نکات رو در مورد ملخ مثلا میریم جلو، در مورد پرنده میریم جلو و همچنین در مورد پستاندار سعی میکنیم نکات کلیدی که توی تست‌های ترکیبی خیلی بهتون کمک میکنه رو براتون جمع‌بندی میکنیم. پس با ما همراه باشید. ببین آقا جان، این یه تخته جمع‌بندی از هر آنچه که در کنکور لازم است شما از این موجود کرم بدانید تهیه شده. هدیه ویژه برنامه ما به شما عزیزان، برنامه ما اینو اصلا صدا و سیما. خب کرم ها سه مدلن، یا پهنن یا لوله این یا حلقوی ان. خب ببینید آقا، کرم های پهن کمان که تو کتابتون هم بهش اشاره شده، یا زندگی انگل دارن یا زندگی آزاد. آزاد یعنی چی؟ یعنی انگل کسی نیستن. آقا انگل چیه؟ انگل نوعی رابطه در زیست شناسیه. مثلا ما رابطه همزیستی همیاری داریم، یعنی دو نفر یا دو تا جاندار با هم زندگی میکنن، هر دو به هم سود میرسونن. مثلا در گل سنگ اینو داریم بین یه قارچ و یه جلبک، هر دو به هم سود میرسونن. یه نوع همزیستی دیگه داریم بهش میگن همزیستی همسفرگی، یعنی یکی به یکی سود میرسونه، طرف مقابل سود نمیرسونه ولی ضرر هم نمیرسونه. مثلا دلغک ماهی با شقایق. این ماهیه بود نمو لایه سری گیاه تو آب زندگی میکرد، هر کی میمد جلو نیش اون گیاه ها میخورد بهش، دلش اینه که حالا اون دلغک ماهیه با اون تونستی کنار بیاد، با اون گیاه، با اون شقایق. حالا گیاه که نیش، شقایق به اصطلاح رابطه همزیستی همیاری داره، سودی به اون نمیرسونه ولی خب ضرری هم نداره. یه سری ها هستن مثل رابطه انگلی، همزیستی انگلی بهشون میگیم، یه طرف داره به یه طرف سود میرسونه، طرف دیگه داره به اون طرفه سود نمیرسونه ولی ضرر هم میزنه، بهش میگن رابطه انگلی. حالا کسی که یا همچین رابطه‌ای رو نداره میگیم زندگی آزاد داره، انگل نیست. خب مثلا کسی که همه بچه‌ها به شوخی میگم، میگم خدایش حساب کتاب بکنید ببینید رابطه شما با پدر مادرتون کدومه، همزیستی همیاریه، همزیستی همسفرگیه، یا خدایی نکرده دارید ضرر هم میزنید. بعد یه سرش میگن ما چه ضرر نمیتونیم بزنیم. ببین ضرر نیستش که ضرر مالی بزنی، اون فدا سرت، پدر مادر میبخشن. گاهن ضرر روحی روانی میزنید. یعنی چی؟ یعنی طرف پدر مادر میان هزینه میکنن، زحمت میکنن، طرف درس نمیره بخونه، میره مدرسه بازی میکنه. آقا نمیخوای درس بخونی؟ برو مستقیم به پدر مادر بگو من نمیخوام درس بخونم، برو وارد بازار کار شو، تکلیف تو با خودت مشخص کن. البته سوء تفاهم نباشه، اصلا به شما نیست، صرفا یک نقل قول کردم از کلاس حضوری که با بچه‌ها داشتم، همین گفتم شاید برای شما خاطره جذاب باشه. خب کرمای پهن یا انگلن یا آزاد، مثل کرم کدو، پلاناریا و یا کرم کبد، اینا مثال هایی از کرم های پهن هستش که در کتابتون گفته. میگه آقا کرم لوله‌ای دارم، اینا بدنشون تقسیم نداره، یه تیکه است، نرمادش هم معمولا جداه، ولی خب گاهن هم میتونن هرمافرودیت باشن، یعنی نرمادش توی یه بدن باشه، ولی خب معمولا یه نر دارن یه ماده بزرگتر از نظر جسمی. آقا مثالش آسکاریسه که خب کلا خیلی تو کتاب شما در موردش بحث نشده، اسم نمیاد، ولی خب کلمه کرم لوله‌ای گفته شده. کرم حلقوی بدنش مرکبه،
مثل کرم خاکی تیکه تیکه از بدنش. حالا تیکه تیکه نه مثل کرم مثلا کدوا، نه حلقه حلقه است. اینجوری که میگم مرکبه یعنی همچین حالتی. بعد میریم اینجا چی میگه؟ کرم کدو فاقد لوله گوارش است. خوندیم جذب در کرم کدو از سطح پوسته، جذب چی؟ مواد غذایی. خب آقا کرم خاکی همه چیز خاره، مسیر لوله گوارشش دهان، حلقش خمره شکله، مریش که ابتدا و انتهاش حالت بنداره‌ای داره، چینه‌دان هم همین نکته، ابتدا و انتهاش حالت بنداره‌ای داره، بعد سنگدانه که در انتهای معده قرار ندارد، ولی تعریف کتاب میگه سنگدان بخش انتهایی معده است، بعد روده رو دارم که طولانی ترین بخشه و بعدش هم مخرج. خب آقا در مورد سیستم تنفسی کرم ها، ببین میگه در کرم پهن گازها بین یاخته ها و محیط مبادله میشود، یعنی مبادله مستقیم، انتشار مستقیم، پس سیستم گوارشی به اون معنا سیستم تنفسی ندارم. بی مهرگانی مثل کرم خاکی، پس فقط کرم خاکی نه، تنفس پوستی دارن. در کرم های پهن آزادزی، نکته آزاد انگل که گفتم خدمتون، مثل پلاناریا انشعابات کیسه یا حفره گوارشی به تمام بدن نفوذ میکنه واسه جابجایی مواد. اینجا کیسه گوارشی حکم سیستم گردش مواد رو هم داره. بعد جالب‌تر، خیلی جالبه، میگه در بیمهرگانی مثل کرمه این دفعه لوله‌ای، من علاوه بر این که سلوم دارن، سلومم با یک مایه پر میشه، نقششی داره، سیستم گردش مواد داره. اینجا اون نکته بود که تو فیلم قبلی گفتم الزاماً هر کی لوله گوارش داره سلوم داره، ولی هر کی سلوم داره الزاماً گردش خون نداره. نمونش کرمه لوله‌ای که سلوم داره ولی گردش خون نداره. ساده ترین سامانه گردش بسته توی کرم حلقوی مثل کرم خاکی دیده میشه، خون داره، گردش خون داره، خونش هم گردش بسته داره. چه میگیم در کرم خاکی قلب اصلی رگ پشتیه، 5 جفت کمان رگی به عنوان قلب کمکی دارن نقش آفرینی میکنن که کلا هم سیستم گردش خون از ته به سر و از پایین سر میره به ته، به این حالت سیستم گردش خون رو ما داریم. میگه سامانه دفعی پروتون افریدی رو که خب یک سری سلول هایی هستن که توش حالا اون سلول های شعله‌ای وجود دارن، لوله تو سرسره بدن جمع و مواد رو میگیره از طریق اون سلول شعله‌ای میده بیرون، بهش میگن سلول های توی پلاناریا داریم. من سیستم متانفریدی رو که خیلی شبیه به نفرونه و نمیدونم قیف موجکدار داره و انتهاش مثانه داره و لوله پیچ خورده داره و دورش شبکه مویرگی داره رو در بیشتر کرم های حلقوی، نه همه کرم های حلقوی، نظیر کرم خاکی میبینم. خب اینجا چی بود؟ میگفت در بیمهرگانی مانند کرم های لوله، ببین در کرم های پهنسی فلان، بیمهرگانی مثل کرم خاکی. اینجا چی میگه؟ بیشتر کرم های حلقوی، قید عوض شد، نظیر کرم خاکی متنفریدی داره، پس همه کرم های حلقوی این ویژگی رو ندارن، بیشترشون متنفریدی دارن که باز میاد میگه در بیشتر نرم تنان اساسا سیستم متنفریدیه. اینم قبل میاد میگه در هر بند از بدن کرم خاکی من یک جفت متانفریدی دارم که قیف موجکدارش تو بند جلویی، طبیعتا بند اول دیگه نمیتونه بره تو بند جلویی، تو همون بند خودش قرار میگیره این قیف موجکدارش. بعد در مورد سیستم عصبی پلاناریا تو سال 11 هم چی میگه؟ میگه دوتا گره عصبی مغزش رو تشکیل داده، دوتا هم تناب عصبی در دو طرف بدنش کشته شده، یک سری رشته هایی بین این دوتا تناب عصبی هم. مجموعه اینی که تا اینجا گفتم میشه سیستم عصبی مرکزی. یه جورایی من بچه‌ها میگم بچه‌ها عدد پلاناریا 2ه، دو تا گره مغزشن، دو تا تناب عصبی هم داره، این وسطش هم این تناب‌ها یا حالا ارتباط‌های عصبی جزء سیستم عصبی مرکزی. بعد میگه رشته‌های جانبی متصل به این دو تا تناب میشن سیستم عصبی محیطی پلاناریا. بریم این ور کار. میگه برای مقابله با کرم‌های انگل ائوزینوفیل‌ها نمیتونن اونا رو اندوسیتوز کنن، این دفعه میان محتویات دانه های خودشون رو اگزوسیتوز میکنن روی اون کرم انگل، چون خیلی جثه‌شون بزرگه و قابلیت اندوسیتوز رو ندارن. دیگر در مورد کرم ها چی میخونیم؟ میگه آقا توی کرم های پهن ما هرمافرودیت اگر مشاهده بکنیم به صورت خودباروری داریم. آقا خودباروری یعنی چی؟ یعنی خودش خودشو بارور میکنه.
من گاه هم به بچه ها به مزاح میگم، میگم بچه ها شما بعضیاتون به جای خود باوری دارید به خود باروری میرسید، اشتباه دارید میرید مسیر، دارید اشتباه میزنید. آها به طرف میگیم خود باوری داشته باشه، یعنی خودت خودتو باور کن. اینجا خود باروری دارد یعنی چی؟ یعنی اسپرم از تو بدن میره تخمک رو بارور میکنه. حالا توی حلقوی ها اگر لقای دو طرف دیده بشه، اصخایی میکنم، اگر هرمافرودیت باشه حتما لقاه دو طرفه دیده میشه، یعنی دیگه خودباروری نداره. مثلا کرم خاکی من هم نداره هم ماده، این یه کرم خاکی، مثلا بذاری نزمش کنم، خب این یه کرم خاکی جوی داره میره بالا، خب اینجا ماده، اینجا نر، این هم یه کرم خاکی، اینجا دارن حرکت میکنم میرسن به هم. ای سلام چطور این حرفا؟ برگردنم چه اتفاقی افتاد؟ این بر میگرده توی این حالت میرن تو هم دیگه، اینت بفرمایید، نره این ماده اینو بارور میکنه، نره این ماده اینو، تو این حالت میگیم لقاه دو طرفی. خب استغفرالله چیزهایی میبینیم تو این کرما، کرما دیگه کرما. خب بعضی کرمای لوله‌ای هم در اعماق اقیانوس با وجود فشار و گرمای زیاد زندگی میکنن، که این بیشتر بوده، مثلا 12 اون بود، یک کاستم هر چی در مورد کرمیات بهتون میگم. این تخته رو تقدیم میکنیم به شما، کلا جنبندی بحثی بود به نام کرم. اما بریم سراغ نکات مهمی که در مورد ملخ لازمه بدونیم. خب ما میدونیم ملخ حشره است، پس لوله گوارش رو توی از اول بریم 3 2 1. بریم سراغ نکات مهم و احتمال بیشتر تست اومدن از اونها از اول. 3 2 1. بریم سراغ نکات مهمتر و حالا نکات تسخیستر ملخ. میگیم که آقا ملخ حشره است، لوله گوارش داره، پس حتما سلوم داره. خب توی سیستم گوارشش دیدیم پیشمعده داره، سنگدان نداره، غدد بزاقی داره که خب آنزیم آمیلاز رو ترشح میکنن، دارای آرواره است که شروع گوارش فیزیکی رو از اینجا داریم. تنفسش نایدیسیه، گردش موادش بازه، یعنی همولنف داره، ماده زائد نیتروژن داره، دفعیش اوریک اسید خواهد بود که از طریق لوله های مالپیگی میاد پایین. بعد ایمنیش هم خب غیر اختصاصی، شما میدونیم ایمنی اختصاصی برای مهره دارانه. دستگاه عصبیش مرکزی و محیطیه، مغز و نخاع داره توی مرکزیش، که خب جالبه بدونیم که نخاعش شکمیه و دارای گره در هر بنده که ماهیچه های اون بند از بدن رو کنترل میکنه. اما مغزش چند گره به هم جوش خورده است؟ ما تو پلاناریا داشتیم 2 گره، اینجا مغز حشرات مثل حالا ملخ چند گره به هم جوش خورده است؟ چشم مرکب دارن اینها. و بعد از تاکید مجدد به لولای ماد بگی میرسیم به بحث ترشح فرومون. خب میدونیم اینا برای ارتباطشون مهمه، میتونن فرومون هم ترشح کنن. و حالا ما تو بحث ملخ یک نکته هم هست آخرش میخوام بهتون بگم، حتما به هم یادآوری کنید. حالا همینجا ترشح فرمون رو گفتم، همینجا بگم دیگه. ببینید توی بحث ترشح فرمون، توی بحث جفتگیری، اینجا سیستمی که توی ملخ ها ما داریم و جفتگیری انجام میدن، میخواستم توی این حالا بحث لقاح داخلیش بگم، همینجا میگم ملخ ماده توسط ملخ نر انتخاب میشه. ما معمولا میخونیم دیگه سیستم انتخاب با نره، اصخایی میکنم سیستم انتخاب با ماده است. اینجا توی ملخ سیستم انتخاب جفت با نر هستش، که میگه نر میاد یک کیسه حاوی اسپرم مواد غذایی میده به ملخ ماده. خب و معمولا هم ملخی رو انتخاب میکنه که جثه بزرگتر و بهتری داشته باشه. تو سال 12 یوکاریوت هم لقایشون داخلیه، اینا تخم گذارن، خب چون تو خشکی اصلا لقای داخلی جواب میده. اینها شکار میشن توسط گیاهان حشره خوار، مثل مثلا گل ونوس یا دیونه یا مثلا اون طرف اون توبرواش، اینا میتونن ملخ رو شکار کنن. اسکلت بیرونی دارن، حالا قدیم میگفتن جنس اسکلت بیرونی اینا عموما از کیتینه. بعد توی شیره درخت اگر به دام بیفتن، هم تو 11 هم تو 12 هم اشاره کرده به این موضوع که میتونن سنگواره بشن. و به نوزاد کرمی شکل اونها به طور کلی میگیم لارف یا لاروی. این از نکته های مهمی که به نظرم در مورد ملخ به کارتون میاد. اما بریم سراغ پرنده، که خب خیلی هم نکات مهم بیشتری داره. در مورد پرنده، من خب اولین چیزی که باید یاد بگیرم اینه که دارای لوله گوارشه، پس دارای سلومه، معده‌اش بین چینه‌دان و سنگدان، کبدش هم متصل به روده باریک. اما از گوارشش در این حد گذر بکنیم، بریم سراغ تنفسش که ششیه، کیسه هوادار داره، اونم 9 تا، یا
یه دونه جلو، 4 تا در طرفین و دو تا هم شش داره. اولا چون پرواز میکنه میگه نسبت به سایر مهره‌داران انرژی بیشتری باید مصرف کنه و چون کیسه هوادار داره کارایی بیشتر دستگاه تنفس داره نسبت به پستانداران هم که شش دارن. پس بین پستانداران و پرندگان مقایسه بکنیم که هر دو هم شش دارن، کارایی سیستم تنفس پرندگان بیشتره. گردش خونش بسته است، قلب چهار حفره‌ایه. کتابتون میگه و تاکید هم میکنه که خزنده، پرنده و پستاندار پیچیده ترین شکل کلیه رو داره و میگه تشابه سیستم کلیه بین خزنده و پرنده هر دو توانایی جذب بالایی از آب رو دارن. میگه پرنده و خزنده بیابانی قدرت نمکی دارن که در نزدیکی چشم و زبانشون مواد اضافی نمکیشون رو میتونن دفع بکنن، چون خب اینا غذای شور میخورن. بال پرنده اندام وستیجیال با مثلا دست انسان بالای دلفینی. به طور کلی اندام جلوی مهره داران وستیجیال. حالا وستیجیال یعنی چی؟ اندام هایی که ساختارشون یکیه ولی کارشون متفاوته، یعنی همشون یک استخوان بازو، دو تا استخوان زند زیرین و زبرین برای ساعد و استخوان های کوچک مچ و استخوان های انگشت رو دارن. یعنی همین سیستم تو بالای دلفینه، همین سیستم در بال پرنده است ولی کارهای متفاوته. اون باهاش شنا میکنه، من باهاش چیزی میگیرم و عرضم به حضورتون که پرنده هم باهاش پرواز میکنه. میریم اون طرف، میگیم بال پرنده آنالوگ با بال پروانه و مگس. خب اندام هایی که برای پاسخ به یک نیاز مشترک به وجود اومدن ولی ساختارشون متفاوته به اینها میگیم آنالوگ. ببین همه مثلا پروانه و مگس و پرندگان با اون بالشون پرواز میکنن، منتها نکته که اینجا وجود داره اینه ساختارهای متفاوت کار یکسان میشه اندام آنالوگ. بریم سراغ رفتارشناسی که بسیار هم نکات زیادی داره پرندگان. خب یکی اینکه آقا رفتار لانه سازی پرنده و درخواست غذا در جوجه کاکایی هر دو رفتار غریزیه. مثلا رفتار مهاجرت دوباره غریزیه که در پرندگان دیدیم، چه جلوتر بهش میرسیم. میگیم جوجه پرنده ابتدا به برگ‌های متحرکی که از بالا میان پایین واکنششون میدن، خودشونو جمع میکنن. بعد از یه مدتی دیگه این کارو نمیکنن و به اصطلاح میگیم پرنده نسبت به برگ در حال افتادن جوجهش رفتار عادی شدن یا خوگیری رو از خودش نشون میده. این یه رفتار. اینا گاهن میان، بعضی از پرندگان میان حشرات سمی رو شکار میکنن. وقتی یه بار دو بار این کارو کرد میفهمه این پروانه، این حشره براش بده، پرنده پروانه سمی رو شکار میکنه، میفهمه براش بده. بعد از مدت دیگه اون پروانه یا پروانه های شبیه به اون شکل رو نمیکشه. این کارش میشه شرطی شدن کلاسیک که تو سال 12 هم خواهید خوند. بعد نقش پذیری بسیار توی جوجه پرنده دیده میشه و همچنین میگیم بیشتر پرندگان سیستم تک همسری دارن. مثلا قمری خانگی تا آخرش با یه پرنده جفت میخوره، دیگه جفت جدید نمیگیره. قو مثلا قوی سرخود که نشون میده اینه رفتار قلمروخواهی دارن. رفتار قلمروخواهی چیه؟ یک محدوده میگه مال منه. پرنده دیگه بیاد اول با زبون خوش با صدا میترسونتش بره، نشه بهش حمله میکنه. حالا چرا این کارو میکنه؟ های هر رفتار براش هزینه داره. من اینطور بهت بگم، این هزینه ها رو به جان میخره چون شانس بهتری برای زاد و ولد و غذایابی و پناهگاه توی اون قلمرو خودش میتونه داشته باشه. بعضی هاشون مهاجرت میکنن. خب این آقا مهاجرت رفتارش غریزیه فی نفسه، ولی رفتاری که توش یادگیری قطعا دخیله. یعنی پرنده که یه بار یه مسیر میاد، سری دوم که میخواد همون مسیر بیاد اثبات شده بهتر و با کیفیت بیشتری مهاجرت میکنه. پرنده های جوان بچه ها یک رفتاری دارن به نام یاریگر. مثلا میرن به بقیه پرنده هایی که تازه تخم دار شدن و تخمشون داره جوجه در میاد کمک میکنن. این رفتار رفتار دگرخواهیه که سودش برای خود یاروه. ما این سری رفتار دگرخواهی داریم که سودش برای بقیه است، ولی این رفتار دگرخواهی سودش برای خودشه که انشالله توی 0 تا 112 هم برید فیلمشو نگاه کنید و کامل یاد بگیرید. آقا فیلمای 0 تا 112 هم برای شما هم قابل استفاده است، کتابتون خیلی تغییری نکرده. دارای زندگی گروهی هم. مثال همین فعالیت آخر کتاب تو سال 12 هم تو فصل آخر نشون میده که رفتار زندگی گروهی کاهش میده احتمال شکار شدنشون رو. پس رفتار زندگی گروهی سود داره برای بحث شکار شدنشون. و در نهایت نکته میگم که آپستانداران خیلی مهم و مشترک. میگیم اندازه نسبی مغز تو پرنده نسبت به جثه
و همچنین اندازه نسبی مغز در پستاندار نسبت به جزوه، نسبت به جزوه، نسبت به جثه. یعنی یک شاخصی هست میگم آقا اندازه مغز و اندازه جثه، این توی پرندگان و پستانداران از بقیه بیشتره. پس آقا میتونم بگم به نوعی مغز گنده تری نسبت به هیکلشون دارن پستانداران و پرندگان. خب و طبیعتا پستانداران هم مغزشون از پرندگان میتونیم بگیم پیچیده تره. بریم سراغ پستانداران، با همین نکته وارد بحث پستانداران میشیم. آقا اینا لوله گوارش دارن، پس سلوم دارن. توی گیاهخوارانشون ما هم نشخوار کننده داریم هم غیر نشخوار کننده که نکاتشو کامل گفتیم توی فیلم قبلی. دارای ششن ولی سیستم تنفسیشون از پرندگان کارایش ضعیف‌تره. اغلب گویچه‌های قرمزشون هسته و نمکشون از دست دادن. همه پستانداران بچه‌ها گویچه قرمزشون هسته و نمکشون از دست نداده. قید اغلب بسیار خیلی مهمه. نکته بعدی در مورد سیستم گردشخونشونه که میگیم آقا گردشخونشون بسته است. این گردشخونه بسته به لطف یک قلب چهار حفره‌ای انجام میشه و کلیهشون نفرون داره و پیچیده‌ترین شکل کلیه رو داریم توی خزنده، پرنده و پستاندار. اینها عموماً اوره و حالا عموماً که چرس کنم کلاً اوره و اوریک اسید رو توانایی دفع دارن. انسولین به صورت یک پیش مولکول توی بدن پستانداران ساخته میشه. این نکته ترکیبی با سال 12 یک دفعه ساخته نمیشه. زنجیره آ و ب و س داره که حالا انشاءالله تو سال 12 میبینید. نقش پذیری توی نوزاد اونها دیده میشه مثل بره. نوزادشون یادتون باشه حتما شیرخواره. بیشترشون سیستم چند همسری رو دوست دارن، پس کمترشون سیستم تک همسری رو علاقه دارن. کلا سیستم پستانداران هم میده دیگه. دستگاه عصبی مرکزی و محیطی دارن که خب گفتیم پیچیده ترین شکل مغز رو دارن و نسبت مغز به جثه‌شون نسبت به بقیه بیشتره. لقاح داخلی دارن، تخمگذار دارن، زنده‌زا دارن و بچه‌زا یا به اصطلاح به بچه‌زا جفت‌دار هم میگن. خب آقا سوال پیش میاد، وال توی آبه، لقاحش داخلیه، بله. به نوزاد شیر میده، بله. یعنی وال هم همه این ویژگی‌ها رو میتونه داشته باشه، بله. فرقی نداره پستاندارات کجاست، هر جا هست لقاحش داخلیه، کلیه داره و از این داستانا. تخمگذار مثل پلاتیپوس، مثل اکینسه، زنده‌زا مثل کانگورو که نوزاد نارس به دنیا میاره، بعد نوزاد میاد تو کیسه جلوی مادر زندگی میکنه و از غدد شیری ابتدایی اونجا تغذیه میکنه. تخمگذار بچه‌ها غدد شیریش از همه ابتدایی تره. نوزاد بعد لیس بزنه، یه سلول‌ها تو بدن شروع میکنه به ترشح شیر، شیر رو بدن مادر سر میخوره، نوزاد لیس میزنه. ولی تو زنده‌زا نه، نوزاد میتونه بمکه ولی غدد شیری باز ابتداییه. و خب پیچیده ترین و کامل ترین غدد شیری توی بحث جفتدار یا بچه‌زا داریم که نکته مهم اینه که بچه ها نگاه کنید زندزا تو کتاب شما حالا شکلشو نیورده میگم ببینید، زندزا هم جفت داره، جفت بس اسخایم کام رحم داره، رحم خیلی ابتدایی داره، ولی بچه‌زا رحم دارای قابلیت ارتجاع و تغییر داره که حالا انشالله تو سال 11 هم نکاتش رو توی بحث حالا صفر تا صد عمری باشه کامل خدمتتون خواهم گفت. امیدوارم که این نکات تجمیعی بهتون کمک بکنه.